با پوریا ناظمی روزنامه‌نگار همراه میشیم در ادامه تا بیشتر صحبت کنیم در این مورد. خب آقای ناظمی، نمیدونم صدای من رو دارین؟ بله. بله. آقای ناظمی، در مورد این پروژه مشترک ناسا و اسپیس ایکس برامون بگی که از چه اهمیتی برخورداره؟ خب تمام دوستان اشاره کردن، در واقع پروژه مشترک رو شاید از در واقع داشتن بار اضافه به اسپیس ایکس بشه. اسپیس ایکس در واقع کانترکتور هست، طرف قرارداد هست که ارسال اعزام فضانوردان رو انجام میده. این ماموریت یا کرو 7 یا گروه خدمه هفتمی که با کمک در واقع پرتابگرهای اسپیس ایکس و دراگون و عازم مدار زمین میشن، بخشی از اکسپدیشن یا خدمه ایستگاه فضایی میشن در واقع، که ملحق میشن به کسانی که الان اونجا هستن. هفت نفر از در واقع ملیت‌های مختلف، یه نفر از امارات عربی متحده، از روسیه و آمریکا و اتحادیه اروپا حضور دارن در ایسکا، ماموریت‌ها رو دارن انجام میدن. حالا این چهار نفر در واقع ملحق میشن به اونها بعد از یک دوره انتقال ماموریت و در واقع ترانسفر کردن ماموریت‌ها و وظایف. چهار نفری که در ایسکا فضایی هستن برمیگردن. این گروه 6 ماه اونجا باقی خواهد موند. از بین چهار نفری که امروز داره میره، خانم مقبلی جزو گروه در واقع 22 فضانوردان هست که یکی از ماموریت‌هایی که در آینده در پیش رو داره این گروه، ماموریت آرتمیس یا بازگشت به ماه خواهد بودش. این نخستین حضور خانم مقبلی هست، اما بر اساس تمرین‌هایی که داره در واقع چشم‌اندازی وجود داره که یکی از نامزدهایی باشه که برای ماموریت فرود روی ماه در واقع آماده میشه. در این ماموریت 6 ماهه فضانوردان در واقع بعد از اینکه مستقر شدن، یک در واقع مجموعه خدمه 7 نفره رو دوباره خواهند داشت در ایستگاه فضایی و مجموعه از آزمایش‌های علمی را انجام خواهند داد. بخشی از این آزمایش‌ها برمیگرده به در واقع اثر زیست طولانی مدت در فضا، حشرات گرانش اندک، اینکه بتونیم در اقامت طولانی‌تر در فضا چه تأثیری روی بدن داره. بخشی از اون به اثرات روانشناختی برمیگرده، بخشی به کشت سلولی برمیگرده در فضای ریزگرانش یا گرانش اندک. می‌دونید که روی زمین زمانی که برای مثال ما می‌خوایم یه سری مجموعه از سلول‌ها رو کشف بدیم در این ظرف‌های آزمایشگاهی، به خاطر فشار گرانشی که وارد میشه، اینها معمولا به شکل یک صفحه در واقع رشد میکنن، دو بعدی هستن در فضا و در گرانش اندک. در واقع اینها به دلیل اینکه فشاری بهشون وارد میشه، میتونن در واقع رشد یک ماتریس سه بعدی رو ایجاد بکنن و این از نظر کمک به فرایندهایی که در داروسازی میتونه کمک بکنه فوق‌العاده جذاب هستش. یه بخش خیلی جذاب ماموریتی که این گروه در پیش داره و انجام خواهد دادش، در واقع بررسی امکان باقی موندن میکروارگانیسم‌ها در بیرون ایستگاه فضایی، در مجموعه از راهپیمایی فضایی که اتفاقا یکیش رو خود خانم مقبلی انجام خواهد داد. از بدنه ایستگاه، از ایستگاه خارج میشن، در کنار دریچه‌ها و ونت‌هایی که در واقع برای تخلیه هوا وجود یا تصفیه هوا وجود داره، و خب میدونی که داخل ایستگاه فضایی باکتری های مختلفی وجود دارن و فانگی ها یا قارچ ها و باکتری ها میتونن دووم بیارن. میخوام ببینن که آیا اینها در بیرون در کناری این ونت ها باقی موندن در فضا یا نه. اینها رو با یک ابزاری که طراحی شده جارو میکنن، نمونه ها رو برمیگردونن و مورد آزمایش قرار میدن. در کنار این مجموعه بخش‌هایی از در واقع فعالیت‌های ترویجی هم وجود داره، تماس با مدارس، تصویر گرفتن از زمین، به اشتراک گذاشتن اونها در شبکه‌های اجتماعی که باعث بشه در واقع توجه و علاقه مردم کماکان باقی بمونه. به خصوص این علاقه مهم زمانی که پروژه آرتمیس انجام بشه. حالا با حضور این 7 نفر در فضا، البته یه مدت کوتاهی در واقع 10 نفر در ایستگاه، 11 نفر در ایستگاه فضایی قرار میگیرن در مدت انتقال، که با توجه به اینکه 3 نفر هم در ایستگاه فضایی چینی ها حضور دارن، یه عدد بزرگ 14 نفره ای رو در کل فضا تشکیل میدن. خب آقای ناظمی، چقدر طول میکشه تا این فضاپیما به ایستگاه فضایی بین المللی برسه؟ ما انتظار داریم در واقع اگه همه چی خوب پیش بره، که به نظر میرسه خیلی خوب داره پیش میره، ساعت حدود 8:20 دقیقه امروز صبح به وقت شرقی آمریکا، یعنی حدود 5 ساعت دیگه، 4 ساعت و نیم دیگه، در واقع الحاق صورت بگیره. الحاق خودکار خواهد بودش، در واقع حتی خودکارتر از اون چیزی که ما در سایوس ها داشتیم، به این ترتیب که تا حدود فکر کنم تا همین الان در واقع دماغه مخروطی سه کپسول دراگون باز میشه، در واقع رادیاب ها وجود دارن،
کپسول دراگون دو دور رو به دور زمین میچرخه آهسته تا اینکه کم کم مدارش رو افزایش بده، نزدیک بشه به مدار ایستگاه فضایی. هر دو در واقع با سرعت زیادی در حال گردش به دور زمینن، اما سرعت نسبیشون نسبت به هم کم میشه و در واقع با کمک رادیوهایی که روی دماغه وجود داره به یکی از در واقع پورت‌ها یا بندرگاه‌ها یا درگاه‌هایی که در ایستگاه فضایی آزاد هستش متصل میشه و بعد از اینکه در واقع عملیات هم دوازسازی اتفاق بیفته، کم کم در واقع فضانوردانی که در دراگون هستن منتقل میشن به ایستگاه فضایی، یه چند روز شلوغی رو دنبال خواهند کرد. بنابراین اتفاق بعدی که ما منتظرش هستیم و اتفاق مهمی هستش، حدود ساعت 8:30 به وقت شرقی آمریکا اتفاق میفته و بعد از اون در واقع تیم قبلی که حضور داشت روز میخوام تو روزهای آینده برمیگرده و این تیم ماموریت اصلی خودش رو شروع میکنه. یه نکته که شاید جالب باشه برای بیننده ها بدونن اینه که ما وقتی که میگیم اینها در فضای بیگرانش هستن یا جاذبه وجود نداره، برای خیلی ممکن سوال بیاد که خب اینا ارتفاع خیلی کمی دارن نسبت به زمین، یعنی ایستگاه فضایی بین‌المللی حدود 370 کیلومتر فقط با زمین فاصله داره. ارتفاع از نظر مسافت مستقیم خیلی بالا نیستش، بنابراین هنوز در حوزه گرانش زمینه. پس چرا اینا احساس بی‌وزنی میکنن؟ داستان اینه که به دلیلی که این سفینه در مدار قرار داره، مثل این میمونه که به طور دائم و 24 ساعته در حال سقوط آزاده، مثل یه آسانسوری که رها شده یا یه هواپیمایی که سقوط آزاد میکنه، این 24 ساعته در حال سقوط آزاد هست و به خاطر همین ما احساس بی‌وزنی یا عدم گرانش رو داریم، کماکان در حوزه گرانش زمین قرار داریم و به همین دلیل هم هستش که در واقع هر از چندگاهی لازمه که با کمک ابزارهای مختلف مثل موتورهای پروگرس در واقع اون رو هول بدن، اندکی بالاتر ببرن که در واقع افت مداری که به خاطر تماسش و استکاکش با لایه‌های بیرونی جو وجود داره جبران بشه.